دوستان گرامی بیننده، درودهای فراوان بر شما. من سواد ندارم، تاریخم نمیدونم، یه روشنفکر تاریک مغز هستم. تعجب نکنید، چرا که اینقدر سریع دارم اقرار میکنم. و چرا گفتم روشنفکر تاریک مغز؟ چون دلم میخواد روشنفکر باشم، اما مغزم در تاریکی محض است و نمیتوانم مسائل به خصوص سیاسی رو اصلا بفهمم. امروزا زیاد راجع به چین و چقدر چین بد و امپریالیست و کمونیست و سوسیالیست و کنفوسیونیست و خلاصه نیست و نیست و نیسته، منو به یاد زمان شاه میندازه که واعظی بود به نام آقای فلسفی، مسجد سپهسالار اونجا سخنرانی میکرد و از رادیو هم صداش پخش میشد، مردم هم میشستن گوش میکردن. میگفتش که کمون یعنی خدا، نیستم یعنی نیست، خدا نیست یعنی کمونیست. برای من اینکه خدمت به ارباباش بکنه، خب معلومه رادیوی اون موقع هم دست کی بودش، خب مردم عوام هم که دیگه خیلی راحت میشه شستشوی مغزی داشت. هدفشون برای یعنی هدف همین چین به در سخته، هدفشون این بوده که مردم رو که از کشوری که تازه سوسیالیستی شوروی شکل گرفته بودش، میخواستن علیه اونا که به اصطلاح گفتن اینا کمونیستن خدا نشناسن، علیه اونا به اصطلاح شستشوی مغزی بکنن عوام رو. خب حالا باید منم از این آقای واعظ الان یه درسی گرفته باشم و واقعیت ها رو به گونه دیگه بیان کنم. خب داشتم میگفتم که امروزا صحبت زیاد راجع به چینه و اینکه چین چقدر بد و اهریمنی است. همه موضوع روزنامه‌های ایران و رسانه‌های حقیقی و مجازی داخل و خارج و همه اینها دارن قلم فرسایی میکنن و رودرازی میکنن علیه چین، و البته به اینا حق میدم، منم باهاشونم، چرا که بنده در ابتدای برنامه اقرار کردم که بی سوادم و تاریخ رو هم نمیدونم. بگذارید کمی راجع به چین حالا من بگم. در کشوری که امروز ما آن را آمریکا مینامیم، همین چین، به موقعی که چینی ها اونجا رفتن، نه انگلیسی ها، رفتن اونجا، اول شروع کردن به قتل عام بومی های سرخپوست آمریکا برای نسل کشیشون، برای اینکه آب بین بردنشون. اینو بهش میگن تجاوز به عمد در یک کشور خارجی، دخالت مستقیم چین. دخالت مستقیم چین در یک کشور و نسل کشی کردن. حالا میخواییم باور کنیم، باور نکنیم. این مال تاریخ اون 300-400 سال پیش بوده. حالا برمیگردیم به تاریخ معاصر. جنگ عراق برای بردن دموکراسی به زور، اونم توسط همین چین انجام شده. در افغانستان دولت اهریمنی چین نزدیک 20 سال است که دارد آدم میکشد و هنوز هم از افغانستان نیروهایش بیرون نیومده اند. اما راجع به سوریه و رژیم عوض کردن آن، دولت چین اهریمن به سوریه تجاوز کرده، رفته میخواد رژیم بشار اسد رو عوض بکنه و میلیون ها انسان رو آواره بکنه و هزاران نفر رو بکشه. همین چینه اهریمنی شیطانی، همین چین اهریمنی و شیطانی است که سالهاست ایران رو تحریم کرده، روز به روز تحریماشو بیشتر میکنه و همش نقشه کشیده که ایران ما رو تجزیه کنه، تیکه تیکه کنه. اصلا مخالفتش
نه با دستگاه حکومتی ماست، نه با دولت ماست. فقط و فقط هدف اصلی این چین اینه که ایران ما رو تیکه پاره بکنه. همین چینه که ایران و روسیه و کوبا و کره شمالی و ونزوئلا و رو تحریم کرده. همین چینه، همین چینه که دائما داره توطئه علیه این کشورها میکنه. اگر لازمه بازم به کارهای اهریمنی چین بپردازم بسیار خوب، تا یادم نرفته جنگ ویتنام که اخیره دیگه، مال تاریخ معاصره. همین چینه به در سوخته رفت اونجا که به خاطر اینکه ویتنام میخواسته یه حکومت دلخواه خودش رو داشته باشه، مثلا رژیم سوسیالیستی داشته باشه، رفت اونجا و میلیون ها انسان رو اونجا کشت و آواره کرد، ویتنام رو به نابودی کشاند. و همین چین بودش که کره شمالی و جنوبی رو به دو... کره رو برداشت به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرد. حالا برای اینکه بدونید که این چین چه دشمنی هایی با ما کرده، در همین تاریخ معاصر خودمون حکومت قانونی دکتر محمد مصدق رو با یه کودتا عوض کرد و ملت ما رو به عقب برد. همین چین بود. خلاصه همین چینه که نمیذاره یه آب خوش از گلوی ما ایرانی ها پایین بره. برای اطلاع آن دست از دوستانی که مثل بنده روشنفکر تاریک مغز هستند، باید عرض بکنم که این مثال دیگه مثال خوبیه. چین رفت امپراتوری انگلیس رو زیر سلطه خودش گرفت و تریاک رو برد اونجا و تمام مردم انگلیس رو تریاکی کرد، به فحشا و فقر و قحطی کشوند و میلیون ها انگلیسی بیگناه رو به خاک و خون نشوند. بالاخره این کشور چین اهریمنیه که به تمام کشورهای دنیا در همین تاریخ معاصر حمله کرده. من الان براتون تعدادی از اینا رو که اینجا یادداشت کردم براتون بخونم. در 1960 به ویتنام، در 1969 لاوس، 1962 کوبا، 1963 عراق، 1964 پاناما، 1965 اندونزی، 1965-66 جمهوری دومینیکن، 1966-67 گواتمالا، 1969-75 کامبوج، 1970 عمان، 1971-73 لاوس، 1973 شیلی، 1975 کامبوج، 1976-92 آنگولا، 1980 ایران، 1981 لیبی، 1981-92 السالوادور، 1981-90 نیکاراگوئه، 1982-84 لبنان، 1984 ایران، 1983-84 گرانادا، 1983-89 هندوراس، 1986 لیبی، 1986 بولوی، 1987-88 ایران، 1989 لیبی، 1989 فیلیپین، 1989 پاناما، 1990 لیبریا، 1990-91 عربستان سعودی، 1990-91 عراق، 1992-94 سومالی، 1992-94 یوگسلاوی، 1993 بوزنیا یا بوزنی، 1994 هاییتی، 1996-97 زئیر یا همون کنگو، 1997 لیبریا، 1997 آلبانی، 1998 سودان، 1998 افغانستان، 1998 عراق، 1999 یوگسلاوی، 2000
یمن 2001، مسدونیا 2001، افغانستان 2002، یمن 2002، فیلیپین 2003، کولومبیا 2003، عراق 2003، لیبریا 2004-05، هاییتی 2005، پاکستان 2006، سومالی 2008، سوریه 2009، یمن 2011، لیبی، و همینطور این تجاوزات ادامه داره تا همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم. اینا رو تمام و این چین اهریمن این کارا رو کرده. در خاتمه باید خدمتتون عرض کنم با کسانی که با چنین اهریمنی در ستیز هستن من یکیم، من با اونا یکی میشم. زنده باد غرب دموکرات. اصلا این دموکراسی غرب نه به جایی در گذشته تجاوز کرده، نه جایی رو کلونی کرده، نه امروز میکنه. این چینه، این چین اهریمنیه که این کارا رو میکنه. خب اینجا بعد از اینکه اینا رو گفتم، به قول اون کمدین معروف آمریکایی بود، پیانو میزد و کمدی اجرا میکرد، خیلی جالب بود. یه چیزی رو صحبت میگه، تعریف میکرد، میگفتش که یه خط راست و یه دونه نقطه زیرش جوب. حالا راجع به این چیزایی که من گفتم، یه خط راست و یه دونه نقطه زیرش. آنهایی که مثل من تاریخ رو نمیدانند و روشن فکر تاریک مغز هستند به این لاتایلات من گوش میدن و باور میکنند که واقعا چین عجب جونوریه. با شما به درود میگم، شادون شما برم، شاد و شادمان باشید.